با سلام، طرز تهیه کوکوی اسپاگتی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود. برای تهیه کوکوی اسپاگتی یک قابلمه آب رو به جوش آوردم. اسپاگتی با توجه به روش پختی که روی ظرفش زده، شما اونو میتونین بپزینش، یا اینکه میتونین چون بعد از پختن اینا رو باید به تیکه‌های یک سانتی تقسیم بشه. اگر اسپاگتی به این شکل در اختیارتون بود که میتونین از اونم استفاده بکنید، یا اینکه اسپاگتی‌های هستش که به شکل حروف‌های مختلف درآوردن. که این رو من اسپاگتی‌ها رو می‌ریزمش داخل آب جوش، با توجه به شرایط پختی که داره اجازه میدم تا اسپاگتی‌ها پخته بشن. بشه. شوید رو هم خرد کردم، آماده کردم. البته میتونین از شوید خشکم استفاده کنید، ولی خب با شوید تازه خیلی خوشمزه تر میشه. فلفل ها رو هم حلقه تقسیم کردم. نخود سبز رو هم کنسروی آمادهش کردم. برای این من نخود سبز رو کنسرویش میکنم، چون که وقتی پخته میشه توی شیشه به شکل کنسرو دیگه پوستش جمع نمیشه، ولی وقتی توی قابلمه این کار میکنه آدم به هر شکلی هم باشه بازم پوستش جمع میشه. و اجازه میدم تا ماکارونیم وقتی که اسپاگتیم وقتی که نرم شد، پخته شد آماده شد، وارد صافی میکنم تا آبش جمع. بعد از اینکه اسپاگتی رو پختم و آب کشش کردم، اونا رو با قیچی به قطعات یک سانت و یا دو سانتی تقسیمش کردم به این شکل. تخم مرغ رو شکستم، ریختم توی ظرف و با چنگال اونو زدم که کاملا با همدیگه مخلوط بشن. کنسرو نخود سبزم هم که خودم درست کرده بودم آماده شده، آبشو خالی کردم، ازش استفاده میکنم، که شما میتونین از کنسروهای بیرونم استفاده کن. شوید رو هم خرد کردم، آماده کردم. اینا رو همگی با هم دیگه مخلوطشون میکنم همراه با یک قاشق غذاخوری آرد. یک مایتایوه نچسب و روغن ریختم، 3-4 تا قاشق غذاخوری روغن ریختم، گذاشتم گرم بشه. از این طرف هم تمام مواد رو با همدیگه مخلوط کردم و آماده کردم. روغنم که داغ شد، که دیگه الان به اون مرحله داغ شدنش رسیده، بهش مواد رو اضافه میکنم. حرارت رو کم میکنم، مواد رو توی روغن و مایتابه پهنش میکنم، مرتبش میکنم. درش رو میبندم، با حرارت متوسط میذارم تا وقتی که یک کمی موادم پف بکنه. وقتی که پف کرد اون وقت دیگه زیرشو کم میکنم، میذارم با حرارت همون کم به اندازه یک ساعت حداقل تا یک طرفش سرخ بشه. بعد برش میگردونم، نیم ساعت دیگه هم بهش اجازه پخت میدم تا طرف دیگهش سرخ بشه. کوکوی اسپاگتی آماده شده، بسیار خوش عطر و بوه، متفاوت کوکوهای دیگه. امیدوارم درست کنین، دوست داشته باشین. نوشه جان.
چقدر خوشمزه است.